محمد ابراهیم گوسوار، رهبر قیام مسلحانه مردم هزاره، در اعتراض به مالیات‌های سنگین در حکومت ظاهرشاه بود. او که بچه گوسوار نیز خوانده می‌شد، پس از فرمان سردار هاشم خان برای گرفتن مالیات روغن و فشار فراوان به مردم، با رهبری قیام مردمی حکومت ظاهرشاه را مجبور به عقب نشینی کرد. محمد ابراهیم گوسوار در 1294 خورشیدی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی متولد شد. پدر او محمد موسا از متنفذین منطقه بود. برخی درباره لقب گوسوار میگویند که پدر بزرگ او امرداد بر گاوی زن شده سوار میشد و به همین جهت گوسوار نام گرفته است. خود ابراهیم گوسوار درباره این عنوان میگوید: روزی حاکم دایزنگی پدرم را که مالک قریه بود نزد خود فرا خوانده بود. چون در همان ساعت خر و یا اسبی حاضر نبود، ناچار بر گاوی سوار شده و نزد حاکم رفتم. همین یک بار سواری گاو کافی بود که او و تبارش به گوسوار معروف شوند. قیام گوسوار در اعتراض به ادامه سیاست محرومیت و تبعیض حکومت کابل علیه هزاره ها رخ داد. یکی از این سیاست ها گرفتن مالیات اضافی از هزاره ها بود. محمد هاشم از سال 1308 الی 1325 به مدت 17 سال صدر اعظم افغانستان بود. او دستور داد از تمامی حیوانات مناطق هزاره نشین مالیات روغن گرفته شود. این مالیات سنگین چنان برای مردم دشوار بود که برخی از آنان مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شدند. محمد ابراهیم در 1324 خورشیدی به حکومت دایزنگی که اداره دایکندی را نیز به عهده داشت، از فشار مالیات و فقر و نارضایتی مردم شکایت کرد. اما حکومت گوسوار را زندانی کرد و پس از چند روز به درخواست برخی افراد با نفوذ محلی آزاد شد. او همچنین پس از آزادی به مسئولان محل زندگی خود نسبت به بی‌اعتنایی آنها در برابر حکومت اعتراض کرد که بی جواب ماند. سپس گوسوار با همراهی دهقانان خرد و مردم فقیر، روستای اولقان مرکز شهرستان را تسخیر کرد. سپس او با همراهی دهقانان ولسوالی پنجاب که در حال کوچ بودند، این منطقه را محاصره کرده و تقاضای خود را مبنی بر لغو مالیات روغن از هزاره ها به حاکم پنجاب دادند. حاکم پنجاب درخواست قیام کنندگان را به حکومت مرکزی منتقل کرد. یکی از پیامدهای قیام گوسوار بر کناری محمد هاشم از سوی ظاهرشاه بود. این تصمیم پس از گسترده شدن دامنه قیام بود. در 25 حمل 1325 شمسی محمد هاشم بر کنار شد و برادرش محمود صدراعظم گردید. محمود برخلاف هاشم راه مصالحه با قیام گوسوار را در پیش گرفت. ظاهرشاه و نخست وزیر جدیدش از روحانیان و سران هزاره دعوت کرد تا میان دولت و گوسوار آشتی برقرار کنند. مدرس افغانی یکی از افراد گروه آشتی بود. محمد ابراهیم نظر روحانیت را پذیرفت و قرار شد همراه این گروه و افراد دیگر به کابل برود. پس از مذاکرات طولانی، بالاخره یک سال بعد مالیات روغن از مردم هزاره برداشته شد. گوسوار به خواست حکومت در کابل ماندگار شد تا زمینه حرکت‌های ضد دولتی از او سلب شود. محمد ابراهیم در کنار سید اسماعیل بلخی و چند نفر دیگر حزب اتحاد را تشکیل دادند. حزب اتحاد رویه اعتراضی و رویکرد مسلحانه داشت و در نوروز سال 1329 شمسی طرح برای براندازی دولت ریخت که قرار بود گوسوار مسئولیت شلیک را بر عهده بگیرد. اما این طرح پیش از اجرا افشا شد و حلقه رهبری حزب اتحاد همگی دستگیر شدند و بدون محاکمه تا سال 1343 در زندان دهمزنگ کابل ماندند. محمد ابراهیم در 1343 شمسی در دوره صدارت دکتر یوسف با تصویب قانون اساسی جدید و آغاز دهه دموکراسی از زندان رها گردید. او پس از آزادی از زندان دهمزنگ در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان زندگی میکرد. چرا که پس از زندانی شدن او و اعضای حزب اتحاد، دولت وقت افغانستان خانواده و خویشاوندان او را به شهر پل خمری در ولایت بغلان تبعید کرده بود. گوسوار تا پایان عمر تحت مراقبت دولت زندگی میکرد و سرانجام 14 قوس 1361 درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی و جایش بهشت برین باد.